سلام، به نگاه سیاسی روز خوش آمدید. پرونده هسته‌ای ایران و اقدامات ناشی از این مسئله بر تبیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی تاکنون هزینه‌های بسیاری را بر کشور تحمیل کرده و نشان از بی‌کفایتی مسئولین قبلی در برخورد با مسائل مهم و استراتژیک داخلی و بین‌المللی دارد. اما این هزینه‌ها و تأثیر آن بر مقبولیت جایگاه ولی فقیه در جامعه باعث گردیده تا با تغییر دولت چرخشی آشکار نیز در اجرای سیاست‌های هسته‌ای صورت گیرد و تیم حسن روحانی مأمور حل پرونده هسته‌ای و کاهش تبعات آن گردد. در ماه‌های اخیر تیم مذاکره کننده دولت 11 توانسته در مراحل ابتدایی به توافقاتی با کشورهای 5 به علاوه 1 دست یابد و امید دارد که سرانجام این مذاکرات را به نتیجه مطلوب و قابل قبول برساند. البته در طول ایام رهبر جمهوری اسلامی نیز با هشدارهای گاهگاه همچنان بر بی‌اعتمادی خود بر نیات واقعی آمریکا و شرکایش تاکید داشته. این تاکیدات به سهم خود دستاویزی برای حامیان تندرو رهبر گردیده که با فصل الخطاب قرار دادن فرمایشات و راستی پیشبینی وی دست به تخریب دولت روحانی و انجام تحرکاتی برای به شکست کشاندن مذاکرات بزنند. البته ذکر این نکته ضروری است که آقای خامنه‌ای قطعاً در شرایط کنونی به دنبال سازش هسته‌ای از طریق اثبات غیر نظامی بودن برنامه‌های اتمی ایران دارد، زیرا که می‌داند اثبات این مسئله لغو تحریم‌ها و دفع خطر حمله نظامی را به دنبال خواهد داشت. اما اتخاذ این روش دوگانه در قبال مذاکرات همان سیاست یکی بر نعل و دیگری بر میخ زدن است که از یک سو از مذاکره کنندگان حمایت می کند و از سوی دیگر نوک تیز تیر حملات افراطیون را نیز متوجه تیم مذاکره کننده می کند تا آنها نتوانند قدمی بر خلاف خواسته هایش بردارند و در این حال 5 به علاوه 1 را متوجه این مسئله کند که در صورت پافشاری های غیر منطقی و یا تحت تأثیر قرار گرفتن در قبال تبلیغات مخرب مخالفین این جریان در اقصانقاط جهان هر زمان که بخواهد می‌تواند ترمز این مذاکرات را بکشد.